معذرت خواهی خانم نغمه آوازخوان پرآوازه افغانستان از طرفداری طالبان. دفاع بایدن از حقوق بانوان پس از سپردن آنها به دست گروه طالبان. بیننده های گرامی، درود و سلام بر شما. دفاع بایدن از حقوق بانوان پس از سپردن آنها به دست گروه طالبان. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در حال از رفتار گروه طالبان در برابر بانوان افغانستانی انتقاد کرده است که او پایه‌گذار سپردن شهروندان افغانستان با امضای یک پیمان نامه پنهانی و پیچیده به دست گروه طالبان است. و گزارش اسپوتنیک به نقل از اطلاعات روز، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به وضعیت بانوان افغانستان در حکومت موقت گروه طالبان میگوید که علی‌رغم چندین دهه پیشرفت در بسیاری از نقاط جهان، از آن میان در افغانستان حقوق زنان و دختران همچنان مورد حمله قرار میگیرد. در بیانیه بایدن که به مناسبت 8 مارچ منتشر شده آمده است که طالبان زنان و دختران را از رفتن به مکتب و کار منع می کنند. در بیانیه رئیس جمهور آمریکا در حال از ایستادگی در کنار زنان جهان سخن به میان آمده است که این کشور در یک معامله پنهانی و پیچیده با گروه طالبان که یکی از گروه های ناقض حقوق زنان در جهان به شمار می رود، در ماه آگوست افغانستان با این گروه سپرد. بایدن گفته است که دولت او با شرکا و جوامع محلی در هر بخشی از جهان کار می کند تا امنیت اقتصادی زنان و دختران را گسترش دهد. یادآوری می کنیم که افغانستان زیر حاکمیت گروه طالبان سرکوبگرترین کشور را برای زنان توصیف می شود. علی‌رغم فشارهای جهانی، طالبان تا کنون از مواضعشان در برابر زنان رقم نشینی نکرده اند. معذرت خواهی خانم نغمه آوازخوان پر آوازه افغانستان از طرفداری طالبان. زه خپل هیوادوال له زه صحیح حاضرت غواړم، مګرم د ظالم په مقابل کې، د ظلم په مقابل کې باید سړی ودرېږي، باید خپل دفاع وکړي.